بسم الله الرحمن الرحیم. تسبیح و تقدیس خدایی را سزاست که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا تا برخی از نشانه های خود را بدو بنمایان. بیگمان خداوند بس شنوا و بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکایت مسجد الاقصای مبارک حکایتی معمولی درباره مسجدی معمولی نیست و نباید هم اینطوری باشه، چرا که سخن گفتن از مسجد الاقصا سخن گفتن از تاریخی با معانی فراوان و ابعاد مختلف اون، سخنی پیرامون تاریخ دینداری، تاریخ عبادت، تاریخ استقامت انسان در راه خالق یکتا و بی همتا. حکایت مسجد الاقصا حکایت از معجزات الهی داره که تو این سرزمین مبارک رخ داده و سرآمد همه این معجزات میشه از اسرا و معراج نام برد. صحبت از مسجد الاقصا صحبت از عزت و کرامت و مبارزه طلبیه و سخن از ارزش‌های والایی که این بنای استوار و بزرگ بر اون اشاره داره. سخن درباره مسجد الاقصا سخن از زیبایی و هنر اصیل اسلامیه که تا به امروز نیز بر نوآوری‌های انسان در قرن بیستم فخر فروشی می‌کنه. و سخن درباره مسجد الاقصا روشی عملی از روش‌های بررسی تمدن اسلامی با تاریخ، نوآوری‌ها، جانفشانی‌ها و مبارزه طلبی‌هاشه. و مشکلی که بینندگان عزیز بخوایم درباره این نماد بزرگ اسلامی سخن بگیم و نظری منتقدانه به بسیاری از افسانه ها، خرافات و اوهامی که انسان در طول تاریخ درباره این مکان مقدس ساخته نداشته باشیم، پس شاید بتونیم بگیم که مسجد الاقصا تاریخ، تمدن، معجزه است، افسانه است و صخره ای که حرص و طمع اشغالگران بر اون فرو ریخته. همان مسجدی است که خداوند متعال با ذکر نامش در قرآن به آن ارج نهاده و با سفر شبانه پیامبر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرامیش داشته و ارتباطی محکم میان آن و مسجد الحرام ایجاد نموده و آن را اولین قبله بهترین امت گردانیده است. خداوند متعال مسجد الاقصا و پیرامونش را پر برکت گردانده، ثواب نماز را در آن چند برابر نموده و از جمله سه مسجدی قرارش داده که جز زیارت سفر به سوی آن جایز نیست. این چیز عجیبی نیست، زیرا گل سرسبد سرزمینی است که خداوند آن را برای جهانیان پربرکت گردانده و سبب شده تا جایگاهش نزد انسانها و برتری دینی و تاریخیش نزد مسلمانان دوچندان شوند. از جمله احادیث فراوان نبوی درباره بیت المقدس این حدیث است که می‌فرماید جز به سوی سه مسجد بار سفر نبندید: مسجد الحرام، مسجد الاقصا و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. از سوی دیگر عزم صحابه خصوصا ابوبکر و عمر رضی الله عنهم برای آزادسازی مسجد الاقصا همه نشان از عظمت این مکان دارد و هر مسلمانی در آرزوی نماز خواندن در این مکان مقدس است. با توجه به قرآن و سنت و حادثه اسرا و معراج که همواره بر زبان میلیون ها مسلمان جاری است و عمل صحابه و تابعین و اهمیتی که 1400 سال از مسلمانان به این مسجد می دهند، می توان این مسجد را مرکز ایمانی که پس از مرکز روحانی قرار دارد نامید. اگر مکه مکرمه را مرکز روحانی و قبله منحصر به فرد مسلمانان تلقی کنیم، بیت المقدس مرکز ایمانی به شمار می رود که پیامبران علیهم السلام در آن گرد آمدند. بر اساس موارد ذکر شده، مسجد الاقصا جایگاه مهمی در دل، عقل، فکر و زندگی روزانه هر مسلمانی دارد. و رسولنا صلی الله علیه و آله و سلم عندما سئل من قبلی صحابية جل من قبل صحابية جليلة اسمها ميمونة بنت سعد قالت يا رسول الله أفتنا ببيت المقدس، فقال رسول الله هي أرض المحشر والمنشر
اتوه فصلوا فيه. قلنا يا رسول الله فمن لم يستطع أن يصلي فيه؟ قال فمن لم يستطع أن يصل إليه فليهدي إليه زيتا يسرج في قناديله، فإن من أهدى فمن فإن من يهدي فإن من أهدى إليه زيتا كما أتاه كمن أتاه، ومن أسرج في بيت المقدس سراجا لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام ضوءه في المسجد کلمه اقصا که در اولین آیه از سوره اسراء آمده تنها عبارت از مسجدی که امروز بر آن مسجد الاقصا اطلاق می شود نیست، زیرا این بنا پس از فتح بیت المقدس بر پایه مسجدی که خلیفه راشد عمر ابن خطاب رضی الله عنه بنا نهاده ساخته شده است. همه علما اتفاق نظر دارند که معنای قرآنی اقصا شامل مساحتی است که درون دیوار قدس قرار گرفته و اکنون در زاویه جنوب شرقی شهر قدس واقع است و یک سوم از مساحت قدس قدیم را در بر می گیرد. این مساحت با تمام چیزهایی که در آن وجود دارد مانند بناها، دیوارها، قبه‌ها، آبراه‌ها، جاده‌ها، مساجد، مناره‌ها، ایوان‌ها، بادگیرها، درختان، منبرها، محراب‌ها، آبنبارها، کتابخانه‌ها و دیگر چیزهایی که در این محوطه وسیع که مساحت آن به 144,000 متر مربع می‌رسد، مسجد الاقصا به مفهوم قرآنی و تاریخی می‌باشد. با این وجود هنوز در موضوع معنای اقصا و مرز و حدود آن مسلمانان دچار اشتباه می شوند، به گونه ای که برخی فکر می کنند که اقصا تنها بنای سرپوشیده ی قسمت جنوبی است و برخی دیگر فکر می کنند که قبه به تنهایی اقصا می باشند. اما حقیقتی که علمای متخصص بر آن تاکید دارند این است که اقصا نه این است و نه آن، بلکه بزرگتر و وسیع‌تر از آن دو می باشد. همانطور که گفتم مساحت مسجد الاقصا 144,000 متر مربع می باشد، یعنی مساحتی که در بین دیوارها وجود دارد و تمام فضای مسجد را در بر می گیرد. همچنین تراس ها و قبت و صخره و اقصای قدیم که در قسمت پایینی اقصای سرپوشیده قرار دارد و مصلای مروانی منصوب مروان ابن حکم نیز جزء مسجد الاقصا می باشند. همگی اقصا می باشند و بدین ترتیب تصور اینکه اقصا تنها قسمت سرپوشیده می باشد تصوری نادرست است. میگویم ما بر این امر تاکید داریم که اقصا با تمام چیزهایی که در آن وجود دارد همان مفهوم قرآنی اقصا میباشد. ما میبینیم که رسانه‌های بیگانه معمولاً قبة الصخره را به عنوان یک تحفه هنری و معماری بی‌نظیر مورد توجه قرار میدن و این امر اشکالی ندارد، ولی ما نمیخواهیم که قبة الصخره به عنوان مسجد الاقصا معرفی شود. ما میگوییم که قبة الصخره قسمتی از مسجد الاقصای مبارک میباشد. مصلای مروانی، اقصای قدیم، تراسها و راهروها همه و همه جزء مسجد الاقصای مبارک میباشند و چنانچه گفتیم مسجد الاقصا به قسمت سرپوشیده محدود نمیشود، بلکه مساحت آن 144,000 متر مربع می باشد. ولی هنگامی که شهر قدس آزاد شود و به خواست خداوند آزاد خواهد شد،
و تعداد مسلمانانی که برای زیارت مسجد الاقصا می آیند زیاد شود، ما ناچاریم که محوطه اقصا را مخصوصا در قسمت شمالی گسترش دهیم. آن وقت است که نمازگزاران به صورت یک جماعت در روز جمعه یا نماز عید نماز بخوانند و صفهایشان تا بیرون دروازه های اقصا ادامه پیدا کنند. آنجا نیز اقصا به شمار خواهد رفت و این موضوع قیاسی است بر آنچه که به صورت عملی در حرم مکی و مدنی صورت گرفته است، زیرا توسعه هایی که در حرم مکی و مدنی صورت گرفته سبب شده مساحت آن از گذشته بیشتر شود. پس وقتی میگوییم مساحت مسجد الاقصا 144,000 متر مربع است، منظور ما حد اقل مساحت یعنی مساحت کنونی آن میباشد. اما اگر مجبور شویم در آینده به خاطر ازدیاد جمعیت مسلمانان محوطه آن را وسیع کنیم، قسمت‌های توسعه یافته نیز شامل مسجد الاقصا خواهند شد و آیه کریمه نیز قاعده‌ای به ما عطا کرده به این مضمون که اطراف مسجد الاقصا نیز قطعا مبارک است و بدین ترتیب هرچه وسعت مسجد الاقصا را زیاد کنیم، برکت و قدسیت آن باقی میماند. ولی ما اکنون از مساحتی استفاده میکنیم که مهندسان اندازه آن را 144,000 متر مربع حساب کردند. و باز میگویم که این همان مساحتی نیست که قرار است برای مسجد الاقصا باقی بماند. هرچند اگر دشمنان اسلام و مسلمین باز هم بر ما فشار بیاورند، ما برای دفاع آماده و قدس شریف را حفظ خواهیم کرد. از آنجا که این مفهوم از همان ابتدا در ذهن معمارهای مسلمان آشکار بوده، سبب شده تا امکانات را در مناطق مختلف این محوطه مبارک توزیع کنند، به گونه‌ای که مناره‌ها را در کناره مرزهای شمالی و غربی در مقابل مسجد قرار داده و وضوخانه‌ها و دیگر امکانات را به صورتی پراکنده در داخل محوطه و دور از ساختمان مسجد قرار دهند. این علائم آشکار تاریخی به وضوح مرزهای مسجد الاقصا و معنای واقعی آن را در ذهن مسلمانان از همان ابتدای فتح قدس شریف نشان می دهند. مسلمانان داخل و خارج مسجد و زیر درختان درون بناهای پراکنده در این محوطه بزرگ نماز می خوانند. و این بدین معناست که از همان ابتدای اسلام نماز در این بقعه مبارکه چه در ساختمان‌های سرپوشیده و چه در محوطه‌های سرباز اجر و ثوابش نزد خدا یکی بوده است. بدین ترتیب تفاوتی نداره که انسان در محوطه‌های سرباز نماز بخواند یا در تراس‌های سرپوشیده درون قبت و صخره مصلای مروانی یا درون مسجد الاقصا. ثواب آنها یکیست، زیرا تمام این مساجد از لحاظ مذهبی و فقهی اقصا به شمار می آید. علامت گذاری زود هنگام مسجد الاقصا به حمایت این محوطه مقدس از هجوم ساخت و سازی که در پشت دیوارهای مسجد صورت گرفته
کمک فراوانی نموده است. خداوند متعال از ابتدای ظهور اسلام با پیوند ناگسستنی قرآنی بین مسجد الاقصا و مسجد الحرام این مکان را گرامی داشته است. این امر تأکیدی است بر منزلت این مسجد نزد خداوند متعال و اشاره ایست به منزلتی که باید نزد مسلمانان داشته باشند، زیرا رابطه ای خدایی است. این سنگ بنا را پیامبر این امت صلی الله علیه و آله و سلم نهاد تا نسل های مسلمان یکی پس از دیگری آن را به عهده گیرند. این رابطه در نهان آشکارای خیش جزئیات و اسرار فراوانی دارد که چه بسا بسیاری از انسانها آن را نمی دانند. تسبیح و تقدیس خدایی را سزاست که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد. در این آیه خلاصه ای از ابتدا و انتها وجود دارد. چگونه؟ شروع رسالت از مکه صورت گرفت و اکنون چنانچه در احادیث شریف آمده، پایان ظهور فکر اسلامی در مسجد الاقصا می باشد و بیان شده که آخرین پایتخت خلافت اسلامی در قدس می باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از واقعه اسرا که در سال 621 میلادی صورت گرفت، از سوی مشرکین در محاصره قرار گرفت و مردم گمان می کردن که اسلام در حال برچیده شدن از زمین است، زیرا در آن سالها مشرکین فشار خود را به صورت نامعلومی زیاد کرده بودند. هنگامی که انسانها با دید بشری خود می دیدند که رسالت محاصره شده و کار به پایان رسیده، آیات قرآنی از طرق واقعی اسرا و معراج خود را عرضه می کند تا بگوید این اسلام تنها برای اهل مکه و یا برای جزیره العرب نیامده، بلکه اسلام برای تمام دنیا است. به همین دلیل این آیه اعلام انتقال اسلام به مرحله جهانی شدن بود. با وجود اینکه مشکلات موجود در مکه همچنان باقی است، ولی این دین ربانی برای بشریت آمده است و از مکه گذر خواهد نمود و از جزیره العرب پا فرا خواهد نهاد. و همین دلیل است که هنگامی که سخن از رابطه بین مکه و قدس به میان نیاید، در واقع سخن از جهانی شدن اسلام است. سخن یکی از معاصرین برایم جالب بود که می گفت جهانی شدن اولیه اسلام از زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد و ظاهراً با سقوط خلافت تمام شده است. سقوط خلافت پیامدهایی از جمله سقوط قدس به دست بریتانیا به همراه داشت و اکنون چنانچه واضح است ما در مرحله فراق قرار داریم. جهانی شدن دوم اسلام که تا روز قیامت ادامه خواهد داشت در واقع بازگشت به قدس است. پس آیه اول سوره اسراء جهانی شدن رسالت را اعلام می کند. سپس آیاتی که بعد از آن می آیند از جهانی شدن دوم و زمانی که اکنون ما در آن به سر می بریم سخن می گویند. خداوند متعال می فرمایند در کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم که دو بار در زمین تباهی می ورزید و برتری جویی بزرگی می کنید و طغیان و عدوان را به غایت و ظلم و جور را به نهایت می رسانید و این حقیقتی است که اکنون ما با آن روبرو هستیم. پس این آیات در ابتدا خلاصه ای از رسالت اسلامی و امور مربوط به آن است. سپس اعلام جهانی شدن اسلام در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و برای ما نشان از جهانی شدن دوم اسلام است. اینها قسمتی از مفاهیمی بود که در رابطه بین مسجد الحرام و مسجد الاقصا وجود دارد و لازم بود که به آنها اشاره بکنم.
مسئله دیگری که میتوان از این رابطه برداشت کرد این است که اولین ارتباط بشر با زمین مکه بوده و دلیل هایی بر این موضوع وجود دارد. از طرف دیگر رابطه بشریت با زمین در قدس به پایان میرسد. به دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید همانا قدس زمین محشر و منشر است. آنجا رابطه برقرار شد و اینجا به پایان میرسد. پس پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبانه از سوی به سوی دیگر میبرد. خلاصه ای از رسالت اسلامی است و دلیلی بر رابطه محکم بین این نقطه شروع و پایان. و فراموش نکنیم که اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها قرار داده شد در مکه بود و دومین خانه چنانچه در حدیث صحیح آمده اقصا بوده است. منزلت این مسجد نزد تمام مسلمانان بسیار زیاد است و خداوند سبحانه و تعالی آن را به عقیده اسلامی مرتبط ساخته است و به نص حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکی از سه مسجدی است که سفر زیارتی جز به سوی آنها جایز نیست. مسجد الحرام در مکه مکرمه، مسجد النبی در مدینه منوره و مسجد الاقصا در قدس شریف. مسجد الاقصای مبارک قبله است که مسلمانان در ابتدای دعوت اسلام به مدت 13 سال به سوی آن نماز خواندند، یعنی از سال 610 میلادی تا 623 میلادی. مسجد الاقصا دومین مسجدی به شمار می آید که بعد از مسجد الحرام بنا نهاده شده و چنانچه در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است ابوذر رضی الله عنه آن را روایت می کند. فاصله زمانی بین آن دو 40 سال بوده است. تسبیح و تقدیس خدایی را سزاست که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد. این همان رابطه بین اولی و دومی است. اقصا در میان دو قبله اولی بود، ملاحظه کنید. پس مکه قبله است، اقصا قبله است و به جز سه مسجد در اسلام جایز نیست که برای کسب ثواب به مسجد دیگری بار سفر ببندیم. همچنین این حدیث به رابطه بین این مساجد اشاره می کند. اینجا مسجد الاقصا است، مسجد الحرام و مسجد النبی. وقتی میگویی مسجد الاقصا مشاهده میکنید، نامگذاری بیانگر این است که ما دور قصی و دورترین اقصا داریم و برای اینکه کلمه اقصا یعنی دورترین را بفهمیم احتیاج به تعیین جهت داریم. چگونه؟ دورترین نسبت به کدام نقطه؟ قرآن کریم چنانچه برمی آید مکه مکرمه را نقطه اصلی و مرجع قرار می دهد و بدین ترتیب دورترین مسجد از این سه مسجدی که برای کسب ثواب به سوی آن مسافرت می شود همان مسجد الاقصا می باشد. بعضی از علما می گویند این نامگذاری از مسجد دیگری خبر می دهد که دور است، یعنی مسجد نبوی. و چنانچه مشاهده می کنید مکه سپس مدینه می آید و سپس قدس، اکنون دورترین اقصا می باشد. همانطور که گفتیم قرآن کریم مرجعیت را مکه قرار داده است و به همین دلیل گفته اقصا یعنی دورترین. و در سوره روم خداوند متعال می فرماید رومیان شکست خوردند در نزدیکترین سرزمین. پس ملاحظه می کنیم که خداوند متعال مکه را مرجع قرار داده و بیان کرده در نزدیکترین سرزمین به سرزمین‌های عربی و مکه یعنی شام این شکست صورت گرفته است. پس این امر نیز رابطه دیگر بین مسجد الاقصا و مسجد الحرام را بیان می‌کنند. و همچنین گفتیم که آغاز ارتباط بشر با زمین چنانچه برمی آید در ام القرا بوده است، یعنی مکانی که جامعه ها از آنجا نشأت گرفتند. و شهر نیز عبارت از جامعه می باشند. پایان رابطه بشر در مسجد الاقصا و قدس می باشد به اعتبار اینکه آنجا زمین محشر است و انسانها از این مکان برای حسابرسی اعمالشان بالا برده می شوند. و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره معراج نیز به این موضوع اشاره دارند.
بنابراین در ابتدا شروع ارتباط را ملاحظه میکنیم، سپس آغاز رسالت و پایان رسالت اسلام. نزول رسالت در مکانی صورت گرفته است که اولین رابطه ی انسان با زمین در آن مکان بوده است و سپس رسالت و خلافت اسلامی در مکانی به پایان میرسند که آنجا پایان رابطه ی بشریت با زمین است، یعنی در قدس. از لحاظ تاریخی ثابت نشده که هنگام بنای مسجد الاقصی مبارک هیچ گونه ساختمانی در این محوطه تخریب شده باشد. بعضی از تاریخ نگاران مسلمان بیان کردند که برخی به عمر ابن خطاب رضی الله عنه پیشنهاد دادند تا مسجد را در شمال صخره بسازند، ولی او آن را در قسمت جنوبی قرار داد و این واقعه به این حقیقت اشاره می کند که محوطه اطراف صخره خالی از هر نوع ساختمان بوده است. و خلیفه در انتخاب مکان مناسب برای بنای مسجد حق انتخاب داشته است. همچنین باستانشناسان و تاریخ نگاران متخصص در امور قدس بر این نکته تأکید دارند که محوطه اقصی در ابتدای دوران اسلامی در این شهر خالی از بنا بوده است. این دانشمندان نظریات خود را بر پایه حفاری ها و آثار باستانی مربوط به این مکان مبارک، مانند نقشه‌ای که در یکی از کلیساهای قدیمی در معدبه جنوب اردن کشف شد، بنا نهادند. این نقشه معرق کاری شده که تاریخ آن به قرن ششم میلادی باز می‌گردد، خالی بودن محوطه حرم از هر گونه ساختمان یا معبدی را آشکار می‌سازد. بنابراین صحت سخنان مدعیانی همچون یهود یا برخی از مستشرقین که گمان می‌کنند مسجد الاقصی بر خرابه‌های معبد یا کلیسا ساخته شده است تا چه حد می‌تواند باشد؟ بنابراین اگر بخواهیم حقایق دینی و تاریخی و باستانشناسی را در کنار یکدیگر بذاریم، به نظر من می‌تونیم با اطمینان کامل بگیم مسجد الاقصی اولین مسجدیه که در تاریخ سرزمین شام به صورت کلی و تاریخ قدس شریف به صورت خاص بنا شده است. زمانی که مسجد الاقصی ساخته شد، هیچ ساختمان و بنای دیگری اونجا نبود است. نه معبدی، نه کلیسایی و نه حتی خانه انسانی که در آن سکونت داشته باشد. مدرک های مذهبی و باستانشناسی که اون را تقویت می کنند برای اثبات این امر کافی است. برمیگردیم به حدیثی که امام بخاری در صحیحش از ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت می کند که می گوید: گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اولین مسجدی که در زمین بنا شد کدام بود؟ فرمود: مسجد الحرام. گفتم: سپس کدام؟ فرمود: مسجد الاقصی. گفتم: زمان میان این دو چقدر بوده؟ فرمود: 40 سال. سپس هر کجا که وقت نماز شد نماز بخوان، زیرا فضیلت دارد. معنای این حدیث واضح است، یعنی اولین مسجدی که روی زمین بنا شده مسجد الحرام می باشد و پس از سپری شدن 40 سال مسجد الاقصی ساخته می شود. پس اگر بخواهیم زمان ساخته شدن مسجد الاقصی را بدانیم، طبیعتاً باید اول زمان ساخت مسجد الحرام را پیدا کنیم. اکنون این سوال مطرح است که مسجد الحرام چه وقت بنا شده است؟ باید به دنبال دلیل‌های ثابت و قطعی از قرآن کریم و روایات تاریخی باشیم که به این قضیه پرداخته است. به عنوان مثال به سراغ سخن ابن حجر عسقلانی رحمت الله، یکی از علمای معروف مسلمان در علم تاریخ، رفته و نگاه میکنیم که چه میگوید. خب، ابن حجر رحمت الله میگوید: روایت کردیم که اولین کسی که کعبه را بنا نهاده آدم علیه السلام بود و سپس فرزندانش در زمین منتشر گشتند، بنابراین جایز است که برخی از آنها بیت المقدس را بنا نهاده باشند. منظور از بیت المقدس در اینجا چیست؟ مسجد الاقصی مبارک. به سراغ ابن هشام در کتابش التیجان می رویم و می خواهیم بدانیم که زمانی که آدم کعبه را بنا نهاد، خداوند عزوجل به او فرمان داد که به سوی بیت المقدس برو و آنجا را بنا کن و در آن به عبادت بپرداز. این هم تأکید تاریخی دیگری بر این حقیقت است. اگر
به آنچه در قرآن کریم در این رابطه بیان شده بنگریم، میبینیم که فهم و استنباط من درست بوده و حدیث امام بخاری و گفته تاریخ دانان رو تایید میکنه. به عنوان مثال، روایتی در صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله عنه وجود دارد. ببینیم که این روایت چه چیزی رو بیان میکنه. این روایت دقیقا میگه که ابراهیم به راه افتاد تا اینکه به جایی رسید که دیگر او را نمیدیدند. منظور این است که اسماعیل و هاجر دیگر نمیتوانستند او را ببینند و اینجا سخن از زمانیه که اسماعیل علیه السلام شیرخوار بود و در منطقه بیت الحرام توسط ابراهیم رها شد. ابراهیم به سوی کعبه رو کرد، دستهایش را بالا برد و با این کلمات دعا نمود. سوره رد 37 یعنی پروردگارا، من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بدون کشت و زرعی در کنار خانه تو که آن را حرام ساخته ای سکونت دادم. ملاحظه کنید ابراهیم چه وقت این دعا را می کند؟ هنگامی که اسماعیل علیه السلام شیرخواره بوده و ما می دانیم که اسماعیل علیه السلام هنگامی که به سن رشد رسیده در بنای کعبه با ابراهیم علیه السلام همکاری نموده است و این بدین معناست که اصل بنا وجود داشته است. بنابراین این کعبه قبل از به دنیا آمدن ابراهیم علیه السلام وجود داشته. پس قبل از به دنیا آمدن یعقوب، سلیمان، داوود و به اختصار قبل از تمام پیامبران بنی اسرائیل موجود بوده است. یعنی قبل از تاریخ بنی اسرائیل، قبل از تاریخ قبیله یهودا و یهود، کعبه موجود بوده و این امر تأکیدی بر این قضیه است که مسجد الحرام در مرحله ای از تاریخ ساخته شده که این اسما وجود نداشتند. و این گفته قبیم رو تأکید می کنم که آدم علیه السلام یا فرزندانش اولین کسانی بودند که مسجد الاقصای مبارک رو بنا نهادند. اما حقیقت چیز دیگری است. آثار باستانی که در طی این سالها کشف شده بر این نکته تأکید دارند که آنچه در زیر مسجد الاقصا یا محوطه آن یافت شده عبارت از آثاری است که به تاریخ اسلامی که در عهد اموی یا بعد از آن در مراحل مختلف تاریخ اسلامی مانند ایوبی ها و غیره باز می گردند. و به این مناسبت می خواهم امر دیگری رو تأکید کنم و اون اینه که بعضی از باستانشناسان یهودی که به مسئولیت علمی اهمیت میدهند و تلاش نمی کنند که اون را بر اساس اهداف سیاسی دستکاری کنند، چندی پیش سندی علمی را منتشر کردند که در روزنامه های معروف عبری مانند آرتوس و معارف و هداوت به چاپ رسید. مفاد این سند چنینه که آثار باستانی که در اختیار باستانشناسان یهودیه بر این امر تأکید دارند که چیزی به نام هیکل در زیر مسجد الاقصا یا محوطه اون به هیچ وجه وجود نداشته. اینجا چیزی نیست، چیزی به نام هیکل اول وجود نداشته، چیزی به عنوان هیکل دوم وجود نداشته و به همین دلیل ما میگیم سخن از چیزی به نام هیکل سوم وهم و خیال بیش نیست. افاری های باستانشناسی در زیر مسجد الاقصا به شدت جریان داره و در سالهای اخیر شکلی مخفیانه به خودش گرفته. گویی که عملیاتی نظامی نه افاری باستانشناسی که باید طبیعت اون شفافیت، وضوح و دوری از تعصب باشه. پس عملیات حفاری که در سالهای آخر قرن بیستم به پایان رسید اکنون تبدیل به چیزی شبیه مأموریت‌ها که مخفی شده، نه یک باستانشناسی شفاف و واضح. بله، عملیات حفاری که در سالهای آخر قرن بیستم به پایان رسید اکنون تبدیل به چیزی شبیه مأموریت‌های مخفی شده است و این امر از نظر کارشناسان علت‌های گوناگونی دارند که مهمترین آنها این است که این حفاری‌ها از ابتدا تا پایان قرن بیستم چیزی به سود اسرائیل به همراه نداشته، بلکه اغلب این اکتشافات به نفع مسلمانان و تمدن اسلامی در مراحل مختلف آن بوده است. بله، بازم تأکید می‌کنم که این مخفی‌کاری‌ها و
پنهانکاری هایی که اسرائیل انجام میده شاید به این دلیله که هیچ سودی برای اسرائیل نداشته و تمام این اکتشافات به نفع مسلمانان و تمدن اسلامی بوده که در مراحل بعدی قطعا آشکار خواهد شد. این نتایج واضح و آشکار هیچ توجیه علمی یا سیاسی برای ادامه حفاری ها به اسرائیل نمیده. علت دیگه عدم انصاف و بیطرفی در این حفاری ها از همون ابتدای به گونه ای که این صفات سبب مخفی کاری و پنهان کردن هدف حقیقی یعنی اهداف سیاسی شده و در آخر نباید عکس العمل قوی و سریع که اهل قدس نسبت به این حفاری ها از خودشون نشون دادن رو فراموش کنیم، به گونه ای که این موضع‌گیری های قهرمانانه سبب شده تا اونها این حفاری ها و نتایج اون را مخفی کنند. به هر حال این حفاری ها علامت سوال های بسیاری را با خودشون به همراه دارند. سوال های از این قبیل: اسرائیل در پس این حفاری ها دقیقاً به دنبال چه چیزی میگرده؟ اسرائیل میخواد به کجا برسه؟ آیا اونها واقعاً به دنبال آثار مربوط به خودشون هستند؟ یا اینکه اونها این شعار را فقط سر میدن تا به این نماد بزرگ اسلامی رسوخ کنند و اون را از پایه و بن نابود کنند؟ سوال‌های بسیار و احتمالات خطرناک دیگه‌ای وجود داره و تنها گذر و گذشت زمانه که میتونه اونها رو کاملاً آشکار کنه و به همه سوالات پاسخ بده. ولی من مطمئنم که زمان زیادی تا مشخص شدن حقایق نمونده. امیدوارم این برنامه تونسته باشه تمام اون سوالاتی رو که در ذهنتون بوده به خوبی پاسخ بده. باز هم تکرار میکنم، سوالاتی از قبیل این که اسرائیل در پس این حفاری‌ها به دنبال چیست؟ میخواهد دقیقاً به کجا برسد؟ آیا آنها واقعاً به دنبال آثار مربوط به خودشان هستند؟ پس به امید همراهی شما در برنامه آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. تا برنامه دیگر و دیداری دوباره، خدایا رو نگهدارتان.